پزشکا و پرستارای عزیزی که توی بیمارستان ها دارید به خاطر ما با کرونا میجنگید. هر چی آرزوی خوبه برای شما. این آهنگم از طرف خودم و دوستام هدیه به شما. درود. این یکی از قشنگترین سپاسها و قدردانی ها از همه کسانی بود که به ما همه در مبارزه با این کرونا که یکی از بدترین بحران های تاریخ مدرن رو به وجود آورده واقعا به دست اومده، انجام شده و من خودم خیلی خوشحالم که این بچه های جوانه میبینم که با موسیقیشون دارن اون سرود ای ایران، سرود جاودانی ای ایران رو میزنن. به هر حال این علائم امیدواری هم برای رفع این کرونا تقریبا به وجود اومده در چندین کشور از جمله در همین فرانسه که قرنطینه یا تفکیک پذیری رو حفظ کردن و این نشان میده که به هر حال همچنان هشدارهایی در خانه بمانید، از ماسک استفاده کنید مفید بودن. اما الان در آمریکا که بیشتری مبتلا و تعداد جان باختگان رو داره، روی مجسمه های فلزی دو برنده پیشین ماراتون بوستون در کنار رودخانه میستیک ماسک قرار دادن، روش خوبی برای این پیام که کرونا ویروس رو جدی بگیریم. فریبرز اسماعیلی ملی پوش فوتبال ایران و باشگاه تاج و عقاب و همچنین کیومرث درنبخش عکاس و مستندساز ما رو ترک کردن، یادشون همیشگی باد. کامبیز درنبخش کاریکاتوریست مشهور در گفتگو با روزنامه ایران در تهران از مصاحبه برادرش کیومرث با تختی گفته تا خاموشی او در شهر پاریس. بلا تکلیفی فوتبال جهان همچنان ادامه داره. در روزهای تعطیلی فوتبال در ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا تلویزیون رژیم اسلامی دستگاه تبلیغاتی مله‌ها دست به یک بازی زشت زد، البته برای انحراف افکار عمومی از وضعیت اسفبار کنونی. حمله به تاریخ و دو چهره بیادماندنی لحظه های تاریخی ورزش ایران، پرویز خسروانی بنیانگذار باشگاه بزرگ تاج و علی عبدو بنیانگذار باشگاه پرسپولیس. البته طرح اتهام ها هم کوشش برای تخریب این دو چهره بود. مهمان امروز ما آقای اصغر ادیبی‌ست، ملی پوش پیشین فوتبال، عضو باشگاه های شاهین و پرسپولیس. و من خوش آمد میگم آقای ادیبی. به هر حال شما در بحبوحه تمام این مسابقات در این باشگاه ها سهم داشتید، در تیم ملی سهم داشتید. الان نظرتون راجع به این مسئله که این سیمای جمهوری اسلامی علم کرده به قول معروف، بعد تا یک دو تا از بازیکنهای قدیمی هم به نظر من بازی خوردن، چیه؟ این از سلام به تو و به شنوندگان برنامه و با اظهار تأسف از خود فریبرز که از دوستان بسیار صمیمی من بود و آقای درنبخش به کاریکاتوریست بسیار ارزنده بود. من اون دیگه همچین چیزایی دیدم و واقعا برام خیلی جای تعجب بود، در حالی که تقریبا ورزش دنیا به طور کامل در حال رکود در اومده و ورزشکارا باشگاه های ورزشی حتی المپیک به تعویق افتاده و تمام فکر ذکرشون اینه که راههایی رو پیدا بکنن که از امکانات ورزشی و توان دنیای ورزش برای مبارزه با این ویروس جانکاه استفاده بکنن. راه انداختن یه همچین چیزایی که شبیه جنگهای حیدر نعمتی چیره آخوندیست برای من هم تعجب برانگیز بود، چون میدونی که 41 سال از انقلاب گذشته، تمام اسناد ساواک، تمام امکاناتی که اینا بخوان چیزی رو بررسی بکنن در اختیارشون بوده و به این سالها اینا کوچکترین اقدامی نکردن. اومدن درست زمانی که الان مردم ایران از بی‌کفایتی رژیم، از دروغ‌های روحانی، از جفنگیاتی که این آخوند دوزاری که امروز رهبر مملکت شده، نمیدونم جن و فلان اینا، برای مبارزه با یک چنین بلای خانمانسوزی بیان میکنه، برای اینکه فکر و ذکر مردم ها از این مسئله به دیگه بخورن، اومدن مسئله رو در پیش میگیرن که اصلا و ابدا
نه موضوع روزه، نه اصلا ربطی به امروز داره، نه محلی از اعراب داره. به چی؟ حالا ما بیا مثلا بررسی کنیم که خسروانی اینجوری بوده یا علی عبدالسلام بوده یا چی. اینا دو تا چهره هایی بودن که سالها دو تا بزرگتری باستان ورزشی داری داشتن و عملکردشون هم در هر برهه زمانی قابل یک بازنگری منصفانه بدون قرض و مرض. چون هیچ آدمی نیست که در دنیا تمام اعمالش مثبت باشه. از این نظر میشه به اعمال آقای خسروانی یا آقای عبدو ایراد گیره یا مثلا بگیم اینجا این بوده برده. ولی الان به نظر من اون کسانی که به این قضیه دامن میزن، مخصوصا کسانی که عضو جامعه ورزشی هستن و خودشون سالها در این باشگاه فعالیت کردن، اگر از سر نادانی نباشه، در حقیقت در دام وزارت اطلاعات و شیوه های کثیف اطلاعاتیش هستن که مردم ایران به خوبی به اون آشنایی دارن و کشوندن به این قضایی ها به نظر من اصلا درست نیست. و کسی که به این مسائل میپردازه اون خطی رو میده که خط وزارت اطلاعات و ورزشکاران ما، علاقمندان ورزش، کسانی که به فوتبال علاقه دارن که من با تمام احترامی که براتون قائل هستم، برای این عقیده هستم که بهبود ورزش، درست شدن ورزش جز به دست اونها و با اراده اونها و با امکانات اونها و با پیگیری اونها امکان پذیری، وظیفه دارن که توی این جام ها نیفتن. و من هم توصیه‌ام مخصوصا به ورزشکاران قدیمی مثلا آقای جباری که من مدت ها همیشه یادش بخیر، هر موقعی بازی تابستون شروع بود اولین کاری که بعد اون از سراغ من میگفتش که امروز با هم دوستیم. میگفتم ببین دوستی توی 90 دقیقه جاش رقابت ورزشیه. بازی که تموم شد تو سر جای خودت من سر جای خودم. خیلی سپاسگزارم آقای ادیبی، اسفر ادیبی، که در برنامه ما شرکت کردید. متاسفانه برنامه ما وقتش خیلی بلند نیست، ولی همه مسائل اصلی رو گفتیم. من فکر می‌کنم اون چیزی که در تاریخ بلند افتخار و به هر حال تعلق خاطر به پرویز خسروانی و علی عبدو که باشگاه‌هایی به وجود آوردن که در هر شهری یه شعبه داشت، همچنان میمونه و همونطور که شما اشاره کردین به هر حال نام اینا با این برنامه‌ها خراب نمیشه. سپاسگزارم با همه شما بینندگانی که ما را همراهی میکردید در این برنامه. بدرود میکنم.